سلام بچه ها، اسم من تحمین است و این ویدیو در مورد یک مدل خاص از ماشین لرنینگ هستش به نام Reinforcement Learning یا RL. توضیحات کوتاهی میدم در مورد که این ماشین ها چه مدل هایی هستند و چه استفاده هایی دارن و بعدش در مورد استراتژی و در واقع اون ریاضیاتی که پشت این مدل وجود داره یه توضیحی میدم. اول از همه اینکه اصلا این مدل ها برای چی استفاده میشن؟ این مدل برای حل مسائل استفاده میشه که بر اساس سیستم پاداشدهی طراحی شدن و برای بحث استفاده میشه که یک مدل میخواد رفتار انسان یا نوعی از استنباط فهم انسانی و درک انسانی رو تقلید بکنه. این سیستم برای این اساسه که وقتی که یک حرکتی انجام داده میشه و حرکت درستی هست سیستم پاداش میگیره و وقتی حرکت اشتباهی هست مثلا سیستم تنبیه میشه. اما این مدل یادگیری بر این اساس نیستش که مثل سیستم های سوپرواز یک اینپوت آوتپوتی به ماشین داده بشه، یعنی اینپوت ها لیبل داشته باشن و مشخص باشه که هر ورودی چه خروجی باید داشته باشه و بر این اساس ماشین میاد یاد میگیره، ترینینگ پروسس تمام میشه و بعد در نهایت میتونه پیش بینی خودش رو انجام بده. بلکه این یادگیری بر اساس تعاملی هستش که ماشین با محیط داره و آزمون و خطایی که در واقع انجام میده. بر اون اساس میاد ماشین یک استراتژی رو برای خودش طراحی میکنه و بر اساس اون استراتژی پیش میره و تلاش میکنه که پاداشش رو بیشتر بکنه، ماکسیمایز بکنه و یاد بگیره که چطور باید با محیط اطرافش اینتراکت بکنه. و نکته که در مورد این نوع ماشین ها وجود داره اینه که اصلا امکان اینکه سوپروایز باشن وجود نداره. مثلا یکی از استفاده هایی که از این مدل در ماشین لرنینگ وجود داره در مورد ماشین هایی هستش که خودشون توانایی دارن که خودران باشن و بدون هدایت یک راننده برن. این ماشین ها خب مثلا همه تصاویر و علائم و اتفاقاتی که در جاده میفته رو نمیشه لیبل زد و بهش داد و گفتش که اگه اینو دیدی این حرکت رو بکن، اگه اینو دیدی اون حرکت رو بکن. تا یک جایی امکان پذیر هست ولی از اونجا به بعد دیگه امکان پذیر نیست. پس در نتیجه اصلا امکان اینکه یک سوپروایز ماشین لرنینگ بیاد حرکات انسان رو تقلید کنه و یاد بگیره که چطور با محیط اینتراکت بکنه اصلا چنین امکانی وجود نداره. از استفاده هایی که این ماشین داره یکیش مثلا تو محیط فایننس هست، محیط تجارت هست برفرض که مثلا شما اگر توی بازار سهام و ارز و اینجور چیزا نگاه بکنید ماشین میتونه این کار انجام بده و تصمیم بگیره که مثلا یک سهم رو بفروشه نگه داره و یا اینکه بخره و بر اساس اینکه چقدر سود یا ضرر میکنه میتونه یاد بگیره که این تصمیم درستی بود یا تصمیم درستی نبود. که خب با توجه بگیره میخواید در نظر بگیرید که برای درک اینکه یک تصمیم در سهام چقدر درسته و چقدر غلط منتهی به سود میشه یا زیان چه اطلاعاتی باید داشت میشه متوجه شد که این تصمیم هم همچنین ساده نیست، که استراتژی ساده نیست و پشتش باید الگوریتم های مختلفی ران بشن تا امکان پذیر بشه. استفاده دیگه ای هم که داره مثلا در پزشکی اینکه این مدل ماشین ها توانایی دارن که یک درمان بهینه ای رو برای بیمار طراحی کنن و این اصلا بدون اینه که نیاز به این داشته باشه که اطلاعات خیلی زیادی از پیشینه بیمار داشته باشه یا اینکه اصلا اطلاعات زیاد ریاضی داشته باشه و میتونه با توجه به استیت الان بیمار یک درمان بهینه ای رو براش تنظیم بکنه. این مدل ماشین لرنینگ استفاده های خیلی زیادی دارن ولی دیگه حالا من اینجا ادامهش نمیدم و میریم سراغ بخش ریاضی داستان. RL بر اساس مارکوف چین هستش، در واقع بر اساس اینکه بخوایم تعریف کنیم یک استیت مارکوف هست یا نه و اینجا ما چند تا تعریف رو پشت سر هم میخوایم بگیم. اولین تعریف اینه که یک دنباله‌ای که ما داریم از حالت‌های مختلف آیا این دنباله مارکوف هست یا نه.
حالا دنباله مارکوف چیه؟ به این ترتیبه که یک دنباله مارکوف هست اگر و تنها اگر استیت بعدی فقط به استیت فعلی وابسته باشه و نه به هر استیت بعدتری. مثلا فکر کنید ما یک دنباله ای رو اومدیم صد قدم اومدیم جلو، توی جمله صدم هستیم، جمله 101 فقط به جمله صدم بستگی داره نه به جملات 1 تا 99. به یک همچین دنباله ای ما میگیم دنباله مارکوف، یک sequence of state for Markov if and only if satisfying this condition. اوکی، حالا ما وقتی میگیم که وابسته به زمان هم نیست، یعنی independent هستش به زمان، که این مقدار هم فرقی نکنه، یعنی احتمال اینکه ما مقدار S prime رو تو استیت ST+1 داشته باشیم و مقدار S رو تو استیت قبلیش داشته باشیم دقیقا برابر اینه که احتمال اینکه تو استیت T مقدار بشه S prime و استیت قبلش که میشه ST-1 مقدار S باشه. این مال وقتیه که حتی مقدار هم تغییر نمیکنه و در واقع همینطور ما داریم این دو تا مقدار رو میریم جلوتر بدون اینکه اصلا وابستگی به زمان داشته باشیم. پس مارکوف هست دنباله بعدی که هر استیتی فقط به استیت قبلی بستگی داشته باشه. حالا میخوایم ببینیم مارکوف پروسس چیه یا مارکوف چین چیه. این مارکوف از یک زوج تشکیل شده، یک اس و پی. اس چیه؟ اس یک مجموعه متناهی هستش از حالت‌های مختلف، از استیت‌های مختلف، و پی احتمال اون ماتریس احتمال انتقالیه که ما از یک استیت به استیت بعدی داریم که با پی اس اس پرایم نشونش میده. وقتی که استیت بعدی استیت جدیدمون اس پرایم باشه و استیت قبلیمون اس باشه. پس الان فهمیدیم که مارکوف پروسس یا مارکوف چین از این تشکیل شده که ما یک سری استیتی داریم و احتمالی که ما از هر استیت بریم به استیت بعدی این مقدار رو هم داریم و از طرف دنبال مارکوف رو هم میدونیم. حالا میریم سراغ تعریف بعدی که وجود داره. تعریف بعدی میاد مارکوف دیسیژن پروسس رو به ما میگه که مهمترین تعریفی هستش که RL بر اساس اون بنا شده. این تعریف به این صورته که ما یک توپلی داریم که از S, A, P, گاما و R تشکیل شده. S یک مجموعه متناهی هستش از استیت هامون، A مجموعه متناهی هست از اکشن هامون که در مورد اکشن در ادامه توضیح میدم. P هم همون state transition probability هستش که ماتریس انتقال ما از یک استیت به استیت بعدی هستش که اینجا وابسته به اون اکتی هستش که بین دو استیت انجام میشه که در این مورد هم توضیح میدم. گاما دیسکانت فاکتور ما هستش که در این مورد هم توضیح میدم الان، و آر هم که ریوارد ماتریس در واقع اون پاداشیه که تابع فانکشن تابع ببخشید پاداشیه که ما برای مارکوف دیسیژن پروسسمون تعریف کردیم. حالا کل هدفی که اصلا تو مارکوف دیسیژن پروسس وجود داره یا تو آر در واقع وجود داره اینه که مجموع پاداش رو در پایان این پروسه در پایان پروسه یادگیری ماکسیمایز کرده بشه، یعنی بیشترین پاداش رو به دست بیاره که این بیشترین پاداش میتونه تعریفش با جی تی که در واقع میشه مجموع پاداشی که ما از الانمون داریم تا زمان آینده. حالا از اونجایی که خب ما نمیدونیم که پاداش ما در آینده چقدر هست و از طرفی پاداش فعلی ارزشش بالاتر از پاداشیه که در زمانهای آینده به دست میاریم، ما میایم برای اینکه حساب بکنیم و پاداش زمان آینده هم چون میدونیم ارزشش پایین تره در نظر میخوایم بگیریم، میایم یک فاکتوری به نام گاما رو در پاداش آینده ضرب میکنیم که باعث میشه که این مقدار اول که بین 0 و 1 و باعث میشه که ما در نظر بگیریم که یه پاداشی هم حالا در آینده داریم ولی مقدار اون هم کمتر از پاداشیه که در زمان الان داریم. پس این گاما این نقش رو اینجا بازی میکنه و آر هم که خب اون ریواردیه که ما داریم و این ریوارد به این صورت تعریف میشه که ما در استیت فعلی که هستیم میخوایم بریم استیت بعدی، اینجا باید یک حرکتی انجام بشه، یک تصمیمی گرفته بشه، یک اکتی انجام بشه، مثلا در مورد ماشین به چه جهتی بچرخم، مستقیم برم، استاپ کنم یا نه، اینا همه اکتن.
که من متناسب با هر استیت باید یک اکتی رو بگیرم و بنا به این اکتم و بنا به استیتی که هستم یک ریواردی هم تعریف میشه بنا به اینکه اون تصمیم درست بوده یا غلط بوده. پس این شد در مورد اینکه استیتمون که میدونستیم چیه، حالتهای مختلفی که داریم، ایمون هم اکشن اون حرکتیه که تصمیم میگیریم انجام بدیم، پروبابیلیتی هم که اون احتمالیه که ما از یک استیت میتونیم به استیت بعدی بریم، تحت اینکه ما داریم برای این انتقال تصمیمی هم میگیریم که میشه اکت ای ما، و گاما هم که مربوط میشه به ریواردی که مربوط به زمان آینده است و آر هم که اون ریوارد ما هدف هم پس ماکسیمایز کردن و یعنی بیشترین مقدار ریواردیه که میخوایم داشته باشیم. خب حالا میریم سراغ تعریف بعدی. البته قبل از اینکه بریم تعریف بعدی اینو باید بگیم که اصلا چرا ما میاییم از این دیسکاونت ریت یا دیسکاونت فاکتور استفاده میکنیم برای ریوارد زمان آینده؟ خب اولین و مهمترین دلیلش اینه که جلوگیری میکنه، اولا که اصلا ریواردی که در زمان آینده داریم ارزشش کمتر از ریوارد زمان فعلی ماست، و دوم یه در مورد ریوارد و یا جایزه که در مورد زمان آینده داریم که خب اطلاعی نداریم اینه که آنسرتینتی وجود داره، یعنی اینکه به صورت دقیق و مطلق ازش اطلاع نداریم. دوم این که نکته بعدی که وجود داره اینه که این دیسکانت فاکتور میاد جلوگیری میکنه از اینکه ما تو یک دنباله نامتناهی تو مارک اف پروسس گیر بیفتیم، و در نهایت هم اینکه رفتار انسان ها و البته حیوان ها یک ریوارد فوری داره، در لحظه اون اکتمال ریوارد رو میده و در نتیجه این برمیگرده به همونی که ریوارد زمان فعلی ارزشش بالاتر از ریوارد آینده است. حالا ما اینجا میایم پالیسی رو تعریف میکنیم که ببینیم پالیسی یا این پی ام آ چه فانکشنی هست. پالیسی در واقع اون استراتژی هستش که به ماشین امر میکنه که چه اکتی، چه حرکتی در یک استیت مشخص باید گرفته بشه تا من ریواردم رو بتونم ماکسیمایز بکنم. پس در واقع پالیسی اون قانونیه که من برای ماشینم طراحی میکنم که در هر مرحله چه حرکتی باید بکنه، چه اکتی باید داشته باشه، که من میام این پالیسی رو با این رابطه تعریف کنم که به این معنیه که احتمال این که من اکت A رو داشته باشم در استیت T که مدارشم S. حالا من اینجا میام دو تا فانکشن تعریف کنم که این فانکشن ها کمک میکنن که من بتونم پالیسیم رو حساب بکنم. یکی از این فانکشن ها اسمش هست استیت وریو فانکشن و یکی دیگه از اینها هست اکشن ولیو فانکشن، که این مقدار تابع استیت ولیو فانکشن من در واقع میاد حساب میکنه که من ریوارد آیندم چقدره، و این تابع اکشن ولیو فانکشن من میاد حساب میکنه که من به ازای اکت A که تو مرحله که تو استیت S اومدم انجام دادم چه ریواردی رو دریافت میکنم. پس ما این دوتا رو من تعریف کردیم و بعد با توجه به روابطی که بین این دوتا وجود داره ما میتونیم به یک معادله بنویسیم برسیم به نام بلمن ایکویشن، که این بلمن در واقع یک شرحی هستش از این دوتا فانکشن استیت ولیو فانکشن و اکشن ولیو فانکشن، که من با توجه به این دوتا معادله میتونم با حل اینها بیام مقدار اپتیمال ولیو فانکشنم رو به دست بدم که نظیر اینه که من بخوام مقدار اپتیمال یا بهینه پروسسم رو داشته باشم، ببخشید استراتژیم رو داشته باشم. بعد از این ما میایم در مورد این صحبت میکنیم که هدف نهایی RL هستش و اون هم Optimal Value Function هستش و Optimal Policy من هستش. اولا که Optimal Value Function چیه؟ Optimal Value Function اینه که من به ازای تمام پالیسی ها مقدار value function هم maximize باشه و همینطور action value function هم همین تعریف داره که به ازای تمام پالیسی ها
و استیت ها و اکشن ها مقدار ماکسیمایز رو داشته باشن. حالا اینجا یک رابطه ای رو میام تعریف میکنم که یک پالیسی بزرگتر مساوی یک پالیسی دیگه است. اگر مقدار استیت ولیو فانکشن من برای اون پالیسی همون رابطه هم داشته باشه، یعنی به ازای این پالیسی بزرگتر مساوی یکی پالیسی باشه. و حالا یک قضیه ای هم اینجا داریم که اون قضیه میاد گارانتی میکنه که همچین پالیسی وجود داره، یعنی این قضیه میاد به من میگه که من یک پالیسی اپتیمال دارم که بهتر از تمام پالیسی های دیگه ای هست و به ازای این پالیسی اپتیمالم من میتونم به اپتیمال ولیو فانکشن هم برسم که ماکسیموم ولیوه، و همینطور به ازای این اپتیمال پالیسی دوباره میتونم به اپتیمال اکشن ولیو فانکشن هم برسم. پس کافیه که من بیام اپتیمال پالیسی رو پیدا کنم که اون وقت بیام میتونم اپتیمال مقدار اپتیمال استیت ولیو فانکشن و اکشن ولیو فانکشن رو هم داشته باشم و بالعکس. حالا اینجا من دو تا الگوریتم هم اینا روابطی هستن که نشون دهنده اینن که ما چطوری میتونیم با توجه به یک مقدار بهینه ای که برای یکی تعریف میکنیم مقدار بهینه اون یکی رو هم پیدا بکنیم که بر اساس بلمن اکویشن هست، معادلات بلمن هست. حالا ما دو تا استراتژی داریم، دو تا الگوریتم داریم که استفاده میشن برای اینکه اپتیمال پالیسی رو به دست بیارن. اولیش هست پالیسی ایتریشن که میایم با یک پالیسی اولیه که رندوم هم میتونه انتخاب بشه شروع میکنیم و بعد میایم تکرارها رو پیش میریم تا جایی که اون پالیسی که داریم مقدارش دیگه بهتر نشه، بزرگترین مقدار رو داشته باشه و مقدار ولیو فانکشن من در به ازای اون پالیسی بزرگترین باشه که میتونیم با توجه به این رابطه بیایم اپتیمال ولیو رو برای پالیسی پیدا بکنیم. الگوریتم بعدی هم که وجود داره value iteration هست که در این حالت ما میاییم به ازای هر استیت مقدار value فانکشن رو قرار میدیم صفر و با توجه به این iteration میاییم دسترسی پیدا میکنیم به با توجه به این معادله در یک iteration که حلقه for هستش یا while هستش میتونیم به optimal policy دسترسی پیدا کنیم. این توضیحاتی بود که امروز میخواستم باهاتون به اشتراک بذارم. اگر در مورد سوال دارید حتما توی کامنت ها بپرسید. اگر این ویدیو منم براتون مفید بود خیلی ممنون میشم که چنل منو سابسکرایب کنید، چون در آینده ویدیوهای بیشتری در این مورد میذارم و اگر جایی رو کم توضیح دادم یا تون توضیح دادم که ناقص توضیح دادم و سوال دارید حتما توی کامنت ها بذارید، من سعی میکنم که کمکتون کنم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. خداحافظ.